سلام به تحول امشب، با من لطیف محمود خوش آمدین. بحث صلح و جنگ از مباحث مهم و سرخطهای حکومت افغانستان پنداشته می شود. با آغاز بهار ما شاهد تشدید و گسترش دامنه حملات مخالفین مسلح در نقاط مختلف افغانستان بودیم. از 3 ماه پیش ما شاهد یا 4 ماه پیش سقوط یک ولایت بودیم به نام کندوز و در همزمان در 8 نقطه از کشور شاهد حملات گسترده مخالفین بودیم. سال پار هم ولایت کندوز به عنوان یک ولایت استراتژیک برای یکی 2 روز در اختیار تا 1 هفته در اختیار مخالفین مسلح افغانستان بود، اما رانده شد. حکومت افغانستان تلاش کرد تا امزمستان خاموش ننشینه و حملات را به خاطر کاهش تحرکات و مانورهای مخالفین و از بین بردن اسلحه‌هایشان انجام بده. این نکته را ولسی شرگی افغانستان نیز اشاره کرد که با دقت باید حملات زمستانی آغاز شود. اما نکته‌ای که در کنارش است این است که مخالفین مسلح افغانستان در فصل زمستان تحرکات خود را به حداقل میرسانه و به گفتمان با حکومت افغانستان میپردازد، چون یک وقت کشی بکنه و آمادگی های لازم را برای فصل بهار میگیره. حالا مخالفین بیشتر تحرک نداره و در پناهگاه های خود پناه بردن. پس این حملات با کیها صورت خواهد گرفت و چگونه؟ برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با من میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان، دکتر زهیر سعادت، عضو مجلس، و قرار بود صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز با ما در این بحث باشه و نظرات خود پیرامون موضوع با ما شریک بسازه، ولی در لحظات اخیر از حضور در بحث ابا ورزیدن. بسیار تشکر. نخستین پرسش با شما، مجلس نمایندگان از مقامات امنیتی خواست که در فصل زمستان شفق دور همچنان داشته باشند تا میزان تحرکات و مانورهای مخالفین را به حد اقل برسانه و مجال نته برای فصل بهار کونا تدابیر تهاجمی داشته باشه. فکر میکنین که در فصل زمستان اونا در نقطه هایی که بودن خواهند بود و این عملیات نتیجه خواهد داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلام خدمت بینندگان تلویزیون آریانا نیوز و میمان گرامی شما و همکاران تکنیکی تان. تشکر. قبل از اینکه ما مستقیم سوال شما را جواب بدم، یک با یک گفتن گفتار پیش زمینه میخوایم باز در جریان سوال شما را هم جواب بدم. ببینید، بارها در رابطه با مسائل تکنیکی جنگ صحبت شده و جنگ در یک حلقه کوچک مطرح ساختیم و خواستیم که دونمو حلقه تماما سعی و تلاش خود در راستا انجام بدیم. در صورتی که فاکتورهای دیگری هستند که به مراتب تاثیرگذارتر هستند نسبت به بود تکنیکی جنگ، به طور مثال کشورهایی که در حال جنگ هستند و یا بعد از جنگ، اینا ثبات سیاسیشان به مراتب تاثیرگذارتر است نسبت به وضعیت امنیتی. اگر در کشور بی‌ثباتی سیاسی وجود داشته باشه، طبعا این تاثیر منفی داره در بالای وضعیت امنیتی. ما یک کشوری در حال جنگ، به عوض از اینکه متحدین خود جذب بکنیم، بیشتر سردمداران در صدد تفرقه و راندن مثلا افراد تاثیرگذار در جغرافیای مختلف افغانستان رو میخواین که سنه خارج کنن با برنامه و با توطئه. یک فاکتور. فاکتور دوم، ما از جنگ ما تعریف ناشده است. تعریف ناشده به این معنا که ما دشمن را دقیق نیروهای امنیتی ما، مردم ما شناسایی کرده نمیتوانند. ما فقط دید ما از دشمن تنها کسانی هستند که سلاح به دست دارند. هر زمانی که سلاحشان را گذاشتند، خود مخفی ساختند و یا به حیث فرد عادی بعد از فشارها به حیث فرد عادی وقت خریدن، یک مدت خود پنهان کردن، به جای خود باقی میمانند. دیگه کسایی که از نظر استخباراتی، از نظر لوجستیکی، از نظر حمایوی با دشمن همکاری داره، هیچگاهی اونا در لیست دشمنان یا دشمنان دولت یا مردم افغانستان قرار نگرفته. چرا نداره؟ فکر میکنید خود رهبری حکومت افغانستان؟ بله، این مشکل دهیست که رهبری تحصیل کننده ها رو منظورتان. بله، تحصیل کننده ها. این مشکل دهیست که رهبری حکومت افغانستان
از دشمن تعریف مشخصی نداره به دلایل مختلفه و نمیخواد که داشته باشه. در هر جایی که دشمن بیشتر ضربه میبینه بله. اما مسائل دیگر مطرح میکنن که این باعث از این میشه که اما مورال اردوی ما، مورال کسانی که واقعا میجنگن ضعیف شد. به طور مثال من بگم خدمتتون درز میکنم، ما امیالی در اردوی ملی به ده ها حتی به صد ها افراد وجود داره که در پشت میله های زندان به سر میبرن. جرمشانی بوده که در مقابل دشمن مقاومت کردین، جنگیدین و دشمن را بیشترین تلفات برش وارد کردین، اما به بهانه های مختلفی بیچاره را به نون از که شما نمیفهمم در جنگ چرا اسیر را کشتین، نمیفهمم مثلا چرا طالبا را زیاد کشتین. به این اساس اونا در امیال در زندان هستن. پس با توجه به این تعریف شما، رهبری حکومت افغانستان خودش به نحو میخواه جنگ مدیریت بله. بکنه بله؟ میایم سر چیستان ای عامل دومی است که نیروهای امنیتی ما را مورالش را ضعیف می‌سازد. موضوع سوم که ارتباط می‌گیرد با سوال شما، موضوع تکنیکی جنگ است. اما طوری که ما دشمن را درست تعریف نداریم و جنگ ما هم یک استراتژی دراز مدت یا استراتژی مثلا روشن از نظر مثلا با کیها بجنگیم، در چه زمانی باید بجنگیم، شیوه جنگ ما چطور باشه، آیا تنها توجه ما بالای خطوط مقدم جبهه با طالبان باشه یا عقبه جبهه را ما زیر نظارت داشته باشیم، ضربه وارد بکنیم، راهی لوجستیکش بند بسازیم، مثلا راهی اکمالاتیش بسته بسازیم، کسانی که کمک میکنن اونا را به عنوان دشمن خطاب کنیم، مجازات باید بکنیم. چون اینی موضوعات در استراتژی جنگ یا بین نیروهای امنیتی وجود نداره. استراتژی فکر میکنم اگر وجود هم داره به حدی از هم متلاشی و از هم پاشیده است که اونا اصلا این را جمع کردن میتونن. و موضوع دوم از نظر تکنیکی مشکلات بر ما ایجاد کرده، مداخله هایی است که مستقیما از مقامات عالی کشور افراد دیسانت میشه بدون از اینکه فرد اول نیروی امنیتی یا فرد اول شماره یک نیروی امنیتی یا فرد اول همون نهاد در منطقه خبر باشه. یک آدم بی تجربه را از یک جای روان میکنن که او پاسخگو بونمو افراد و نهادی است که از اونجا دیسانت شده، برخوردهای سلیقوی سیاسی است و به فرد اول خود او پاسخگو نیست. اینمی باعث سکتگی در جنگ شده، باعث از این شده که نیروهای امنیتی ما دستاورد آنچنانی را نداشته باشن. خیلی تشکر. به او اساس تا اینی مشکلات ها گام به گام حل نشه، ما فکر میکنم این جنگ ما اینم تو یک جنگ به نتیجه خواهد. خیلی تشکر. نخست میخوایم آقای یارمندی را از شما بپرسم که چقدر موفق خواهد بود عملیات شفق در زمستان با توجه به اینکه مخالفین در لانه های خود هم نیست، تحرکات در نقاط مختلف خیلی پایین شده نسبت به تابستان و بهار، تشدید حملات به چه معنا؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، با درود خدمت شما جناب وکیل صاحب تشکر و بیننده های شما عرض شود که اول خو من میخوام که یک مقدمه داشته باشم. او عبارت از این است که اول تعریف کنیم امی افغانستان که ما کی هستیم. ما کشوری هستیم که در درازنای تاریخ اینم یک کسی زور بوده حکومت کرده، زوری از او از بین رفته، کسی دیگه آمده حاکم شده، تا وقتی که به حساب یک زور دیگه آمده او را کشیده. این 13 سال است که به حساب انتخابات میشه در افغانستان و ما داریم یک ساختار تازه را تجربه میکنیم. به این اساس جامعه سنتی، احزابی که من به اساس جامعه سنتی است، انتخاباتی که در جامعه سنتی است، دولتی که میه سنتی است، بنابراین تبعاتی از این بالای تمام شؤون زندگی وزارتخانه ها و اردو پلیس اینا اثر میکنه. به این اساس ما در امیتر یک جامعه که این دسترازی های زیادی نسبت به پلیس و اردو و امنیت ملی و سایرین وجود داره، ما نمیتونیم که ای تو کاملا چی داشته باشیم، ای تو با یک جرأت تمام حرکت کنیم. چرا ما ناگزیریم سنت ها را مراد کنیم؟ این یک مشکل کلان است که بالای تمام شؤون تاثیر میکنه. آمدیم راجع به این که عملیات شفق موفق خواهد بود یا نه. این نیازمندی از این است که عملیات شفق چقدر سامانمند است،
چقدر پلانگذاری دقیق صورت گرفته، چقدر دشمن شناخته شده، تثبیت شده، از کثرت قوای انسانیش تا نوع اسلحهش تا درجه اکتیف و متوسط و پسیفش تا ای که به حساب اینا وادلجهششان در کجا هست، تا ای که اینا به شکل چریکی جنگ میکنن یا قوات های دولتی در اوجا برا یا فرار نمیکنن. چرا جنگ هایی که در افغانستان بوده و بزرگترین اردوهای دنیا در جنگ های چریکی دیوانه شده، اینمی جنگی است که در افغانستان است. شما میروین عملیات شفق اعلان میکنین که ما عملیات میکنیم و دشمن در اوجا خود نمیشینه، میفهمه که شما 30 نیروی امنیتی دارین و تعدادی از او به حدی نیست که شما بود برابر شما مقاومت بکنن. به هر ترتیب پس چرا اعلان میکنه؟ ما خود منصبدارای اکادمیسیانای قوی در نهادهای استراتژی ساز قوای مسلح افغانستان داریم که از دکترین قوای مسلح صحبت میکنه، شورای امنیت را داریم. فکر میکنید که عقلانیت نظامی در اینجا خدشه دیده یا نه؟ بر منطقی چیست که عملیات قبل از قبل اعلام میشه؟ خب باور من این است که افغانستان تعهد داره در رابطه مسئله حقوق بشر و جلوگیری از تلفات ملکی و این چیزا که اگر احیانا عملیات صورت میگیره در قریه صورت میگیره باید تلفات ملکی نداشته باشند، به این اساس باید افراد ملکی آگاه شوند و زمینه از اینکه به حساب ساحه را تخلیه بکنند مساعد بکنند، که این گپ یک گپ به نظر من معقولیت چندانی نداره، به خاطر از اینکه وقتی افراد ملکی خبر شد وام خبر میشن. پس عملیات در چنین جنگ باید بیشتر اپراتیفی باشه تا اعلام شده. مسلماً ما بهترین عملیات توسط عملیات شبانه انجام داده میتونیم، توسط نیروهای کماندوی ما که میروند ایسان میشون انجام داده میتونیم و این نیروها بسیار موفق هم درخشیدن در این عملیات ها. ما تانستیم در مدتی به حساب چند سالی که تجربه شده هیچ تلفات ملکی صورت نمیگیره، عملیات هوایی میروند یا عملیات هوایی به حساب مؤثر است یا ایسته که قوات ها دیسان میشوند، یک عملیات یک ساعت است، در یک ساعت اینا خوب ضربه میتونن به دشمن وارد بکنن و بعد از یک ساعت پس دوباره در تیاری خود میشینن میایند. اگر ما عملیات به شکلی از اینکه آگاه بسازیم که اینی ما آمدیم، خب بالاخره بالای دایش عملیات میکنین شما، چند باری که داعش این عملیات شد تا دایش فرار کرد رفت به طرف پاکستان، پس دوباره وقتی قوات ها به وزلجهش خود آمدن پس دوباره اونا آمدن باز دوباره جنایت خود بیشتر از این انجام دادن، بیشتر از گذشته. یک دشواری است، یک مشکل است، باید این مسائل بسیار دقیق و با شناخت دقیق از دشمن، از شیوه های جنگ دشمن، از درجه مقاومتش که چقدر مهمات دارد، چقدر سلاح دارد، چقدر تجهیزات دارد، چقدر میتونه که این سنگر بجنگه، باید کشف دقیق صورت بگیره، تثبیت باید شوند و بعد از اینکه تثبیت شدن عملیات طور صورت بگیره که دامون نقطه صورت بگیره. به عقیده من ما عملیات های شبانه را، عملیات های کماندویی را سرعت بتیم بهتر است. خیلی تشکر آقای سعادت. وقت ما شاید یک افت امنیتی در یک نقطه می باشیم، پارلمان افغانستان احضار میکنه مسئولان امنیتی را، باز مسئولان امنیتی هم حالا یک سری ترفندهای را میدانن که چگونه از نمایندگان فرار داشته باشه، میگن در اینجا کوتاهی بود، دشمن در جنگ روانی قوی بود و یا بحثای دیگر. تا اون جایی که محرمیات امنیتی استخباراتی و نظامی اجازه میده، چرا پارلمان افغانستان خواهان یک چارچوب کلی به نام دکترین و یا استراتژی جنگ خصوصا از قوای مسلح نیست؟ شما در صرف در حد یک گفتار و یا نشست خلاصه میکنین؟ این موضوع بارها در پارلمان، نه تنها در جلساتی که رؤسای ارگان های امنیتی خواسته میشه، بلکه حتی در جلسات کمیسیون ها مطرح شد. اگر دولت یک استراتژی دقیق نداره، حداقل در پارلمان افغانستان هم استراتژی ساخته شد با همکاری از متخصصین و بخش نظامی. هر باری که صحبت میشه باز یا به شکل مکتوبی یا به شکل مثلا شفاهی گزارشات میرسه که ما متخصصین ورزیده داریم، هم مشاورین داخلی و خارجی، ما روی از این دکترین مثلا موضوع جنگ یا استراتژی جنگ یا راهکار جنگ چیز گفتمان ما جریان داره. انشاءالله به زودی در 13 سال متاسفانه جریان داره در 13 سال انشاءالله جریان داره. باز ما به دسترس نیروهای امنیتی خود قرار میدیم، به اساس از او ما کار و برنامه خود به پیش میبریم. یک موضوعشان نیست. موضوع دوم، هر باری هم که احضار میشوند
طبعا مشکلات طوری مطرح میکنند که بخشی از مشکلات برمیگرده کم پیشتر که خدمتتون عرض کردم به مداخله های بیجا یا از طرف متنفذین یا از طرف ارگان های غیر مسئول در رده های بالا که اینا به طور مثال شورای امنیت وظیفه‌شی نیست که بیاید در کار مسلکی و تخنیکی نیروهای امنیتی مداخله کنه، بر از اینا بگوید که الان جنگ توقف بده، باز بگوید یک ساعت بعد از اینجا ریلا کو برو از یک جای دیگه شروع کن. پس اداره دهنده میشن گاهی، بله مستقیم. اکثرا مداخله میکنن، اکثرا مداخله میکنن، حتی به شمول رئیس جمهور مداخله میکنن. اینی تو نیست که مثلا مفرد اولشان بخواین که شما جنگ که آغاز کردین از کجا شروع کردین و چرا مثلا تا اینجا که پیش میرید نباید توقف بکنید. زمانی که دشمن تضعیف میشه در حالت فرار میباشه آجل یک برشان هدایت داده میشه که جنگ توقف. چرا توقف؟ دلیل شده که کس نمیفهمه، اما عدس داده میشه که به خاطر بعضی مسائل نمیخواین که دشمن به او حد ضربه ببینه و یا از هم متلاشی شوه یا نیست و نابود شوه. پس این تفکر هم وجود داره، بله که این تفکر هم وجود داره. مشکلات عمیق است به نظر ما، چون ساختار و یا سلسله مراتب در امر و نهی که از مقامات بالا صورت میگیره در وسط یک سکتگی به وجود میاد به خاطر اینکه افراد در اونجا دیسان شده. این شیوه جنگ موثر نیست. به چند دلیل موثر نیست. یک، قبل از اینکه اینا آغاز کنن جنگ را یا به حالت تهاجمی خود را پلان افشا میشه، یعنی پلان وقت به دشمن میرسه که یعنی قدر نیرو با این قدر تجهیزات نظامی بالایتان حمله ور میشن، اونا هم یک تکنیک خوب پیدا کردن یا در محلات مسکونی پنهان میشن و یا همیش یک دانه سلاحش در خانهش میمونه، باعث فرد عادی یک دانه بیل در شانهش میارن اونجا خرا سر رای نیروهای امنیتی استاد میشه. مشکل در ایست که وقتی که به این حالت آمد دیگه کس حق نداره او را مورد پیگرد قرار بده. پوشش محلی میته. پوشش محلی خدا میته. این حالی استراتژی جنگ چه رقم تغییر بکنه؟ خب. از نظر استخباراتی، استخبارات ما به حدی قوی باشد. هر کسی که در خدمت دشمن بوده، چه از نظر نظامی، چه از نظر دیگر مثلا فراهم نمودن لوجستیکی و اینا، ای بنوان دشمن باید خطاب شوه. اگر ای را سرسرک هم ببینی باید دشمن است. حالایی مشخص نشده، بله؟ مشخص هم نشده و اگر مشخص هم نشده باشه باز نمیگیرن، میگن یا افراد ملکی بود. یک نفر را بگیری صدای عین از ریاست جمهوری بلند میشه. که برادر شما این نفر را چرا گرفتین؟ این آدم چی نبود؟ طالب نبود یا نمیفهم دایش نبود، این را شما چرا گرفتین؟ و اون کسی که گرفته او را اسیر میکنه به واسه اینکه تقدیر شه و بیچاره مجازات هم پول چرخی شما بریم بده ها قومندان اعمال سلیقه ها یک مشکلات جدی است. دوم چون جنگ جبهه‌ای به آن حد مؤثر نیست، بهتر است که جنگ میکس بسازن. میکس به این معنی که هم جنگ به شکل حمله های مقطعی در یک فرصت مناسب از طریق هوا، از طریق زمین، امی چیزی که جنرال صاحب گفتن کماندوها یا واکنش سری در آن واحد عملی خود انجام بده برگردن. این بیشترین تلفات به دشمن میزنند، دشمن را میتونه از زمین گیر بکنند، دشمن را میتونه که مثلا از هم دشمن میشه که از هم پاشید، دشمن از هم بپاشانند. هم جنگ جبهه‌ای وجود داشته باشه هم هیچ جنگ، یعنی 40% جنگ جبهه‌ای وجود داشته باشه 60% جنگایی باشه که به شکل مقطعی در آن واحد عمل کنه. به طور مثال دو هفته قبل در یکی از ولسوالی های قندوز طالبان یک رزمایش نظامی را، یک رژه نظامی را به نمایش گذاشتن. شما ببینید که وا تانگ هم داشتن، آنوی هم داشتن، رنجر هم داشتن و نیروهای مسلح هم داشتن که را به نمایش میگذاشتن. پس کجا شد و استخبارات ما چه شد و امنیت ما چه شد و مثلا نیروهای هوایی و وزارت دفاع ما یا پلیس ما که حداقل ای را به مراجع مربوطیش آگاهی ندادن که در نمود لازم میتونستن یا عملی خود انجام بدن. و موضوع مشکل سیومی است که هدایت هر بار از به طور مثال در یک ولایت از فرد مسئول نظامی یا ولایت گرفته نمیشه. هدایت باید شما مخابره کنه او فرد به مرکز، مرکز بر شورای امنیت، شورای امنیت بر ریاست جمهوری، ای تا ای که دوباره حکم داده میشه دشمن هم فرار میکنه و وضعیت هم تغییر میکنه. این قصه اون بایسکل خریدن زمان ظاهر شوی باز میشه. خیلی تشکر. این برای همه مشخص است که قوای مسلح افغانستان
قومی هم عمل کرده، یعنی قومی شده در برخی موارد، و اعمال سلیقه های سیاسی باعث این شده که مسلسله مراتب و یا منطق ساختاری و صلاحیتی خود در بعضی مسائل در بعضی از جاها از دست بده. هرچند شعارهایی داده میشه که قوای مسلح افغانستان باید نظام یا سکتور امنیتی افغانستان باید سکتور غیر نظامی و سیاسی باشه، اما در عمل چنانچه که آقای وکیل اشاره فرمودن، ما شاهد اعمال سلیقه ها در میادین جنگ و در اغلب مسائل هستیم که یکی از چالش های جدی میتونه این باشه، در کناری که دکترین افغانستان پاسخگوی نیازمندی های موجود نیست، این هم میتونه یک مشکل باشه. اینک میان برنامه کوتاه زود باز میگردیم و این نکته را با آقای یارمند شریک میسازیم. سلام مجدد آقای آرمند، چطور میشه ما دکترین را داشته باشیم برای تهدیدهای بالقوا و بالفعل افغانستان که پاسخگوی جنگهای گوریلایی بیشتر باشه؟ چون جنگهای جبهه‌ای ما نداریم، مانورها کاملا در متفاوت است. یک، و اعمال سلیقه نخبگان سیاسی افغانستان یکی از نقطه های جدی دیگر است که ماشین جنگی افغانستان خیلی تضعیف می سازه و انگیزه را از سربازی که در خط نخست می جنگه او را از پیشش می گیره. چطور میشه به دو نقطه پاسخ داد؟ اول خود در ارتباط به مسئله مبارزه با تروریسم یا پدیدهای تروریستی، ما بسیار نیروهای مؤثر داریم. ما پیشتر که عرض کردم، نیروهای قطعات خاصی اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، قوای کماندی وزارت دفاع و ستاد رستیز، اینا بهترین و مؤثرترین عملیات ها را انجام دادن و خاطر نابودی هسته های بسیار مهم و مرکزی پدیدهای تروریستی. ما میتونیم در نتیجه کشف دقیق این نیروها را بکار بردیم. ما قوات هوایی هم داریم، میتونیم که تثبیت بکنیم، مثلا منابع مالی از را تثبیت بکنیم و این منابع را بخوش کنیم که اینا کاملا فلج شوند، که این کار سخت است. این به همکاری نیروهای بین المللی میتونه باشه. ما میتونیم مثلا هسته های رهبری از یارا تثبیت بکنیم و عملیات های مخصوص را از یارا شوه. ما میتونیم نیروهای نیابتی را در محل تشکیل بدیم، در همون قریه که طالب است، در همون قریه او را با او درگیر بسازیم و برای او کمک بکنیم که او را از بین ببرن. ما میتونیم که افرادی که یعنی در قریه جات استخدام شده هستند برای پدیدهای تروریستی، زمینه نفوذ مساعد میکنن، وارد خانه خود جای میتن و اونا را در اوج اسکان میتن. میتونیم بالای از اونا با روش های کلان مردمی توسط بزرگا فشار وارد کنیم تا اینکه امو مردمی امو قریه وادار به این شوه که با ما همکاری کنه. اگر نمیشه باید بالای از اونها عملیات اجرا شه. این تلاش ها بیشتر برمیگرده به امنیت ملی افغانستان. فکر میکنید که امنیت ملی افغانستان این چنین تدابیر به خاطر انحلال باندیتیزم نداره؟ خب اینا تدابیر به خاطر انحلال باندیتیزم دارن. این عملیات ها صورت میگیره، این عملیات های مخصوصی هم که صورت میگیره معنای از این داره که سر از یک کار کشفی صورت گرفته. اینجا یک مرجع واحد بوده باشه که اون مرجع با در کجا عملیات صورت بگیره. مثلا بسیاری از یه اهداف که وجود داره به نام تروریستی میتونن که بخشی از این افراد همکار یا استخدام شده باشه، باید این را تثبیت کنه در کجا عملیات صورت، در کجا صورت نگیره، تا اینکه نیروهای امنیتی بتانن و دست باز عمل کنن. این کارا کارای کاملا مسلکی هست. به عقیده ما نسبت به این قضایا مؤثرترین شیوه اینمیست و کار کلانی که هست یادتان باشه، فساد در سیاست، فساد در اداره را بار میاره. چون ما بیشتر عرض کردم، حزب سنتی، روشن فکر سنتی، استاد سنتی، شاگرد سنتی، هیچ کدامی از این به طرف مدنیت حرکت نکرده. ما بالاخره اردو پلیس بیچاره هم قطعی امنیت ملی نمیتونه که چی باشه. از چگونه میشه حمایت شبه؟ حمایت ای است که دو کار میشه، یا ما
یک برنامه به طرف مدنی شدن بگیریم، که از حالت سنت ها بیرون شویم، یا دیگه در شوکات همه سنت به شکلی که بود هم قسم دوام کنیم، که این قسم دوام این وضعیت که بالاخره وضعیت فیل میبره به قرقرا میبره. آقای سعادت، چگونه میشه ما وضعیت موجود را که متأثر از قوای مسلح افغانستان یا ماشین جنگی افغانستان، از رویکردهای سنتی، از اعمال نفوذ نخبگان سنی سنتی که متاسفانه در نقطه های مختلف از کشور فراتر از قانون هم حرف میزنه، چطور میشه ما قوای مسلح افغانستان به عنوان یک سکتور مستقل و یک سکتوری که در حقیقت به خاطر تامین امنیت کار میکنه مبتنی بر قانون بسازیم؟ هرچند یک پروسه است، اما از کجا باید آغاز کرد که ریشه های سنتی را بخشکنیم و اعمال سلیقه ها را محدود بسازیم؟ گرچه این حرفا بارها گفته شده، اما باز هم نسبت به سوالش ما باید هم تکرار بکنیم. در قدم اول بالای نیروهای امنیتی ما مداخله صورت نگیره، از طرف نهادهایی که یا بالاتر از نیروهای امنیتی هستند یا موازی با نیروهای امنیتی هستند، به اساس سلیقه و برخورد و مثلا منافع یک حلقه کوچک نباید مداخله صورت بگیره. دو، ما از دشمن تعریف دقیق داشته باشیم. هر کسی که در همین چارچوب، یعنی به بیرون از همین چارچوب تعریف شده پای میگذاره، او را باید دشمن خطاب بکنیم و از هر نوع تهدیدی که در دست رسم و قرار دارد استفاده بکنیم برای ضربه زدن و یا برای اصلاح از او. از هر چیز. موضوع سوم، ما زمانی میتونیم نیروی امنیتی کارا داشته باشیم که مشکل سیاسی ما را در رده های بالا باید حل بسازیم. یعنی نیروهای امنیتی ما تأثیر پذیر استند از افکار سیاسی ما. نیروهای امنیتی به اساس قوم تقسیم است. زمانی که مثلا سیاست مدارای ما متأثر شوند یا کنار زده شوند، یا ای که مثلا اختلاف بینشان ایجاد شوه و یا ای که صلاحیت هایی که لازم است برشان داده نشوه، طبعا اینمی تاثیرگذاری تاثیرات منفی خود بالای نیروهای امنیتی ما داره. ما یک همگرایی سیاسی را به وجود بیاریم که همگی احساس مسئولیت بکنه، کسی که در نیروهای امنیتی هم احساس مسئولیت بکنه و کسی که به بیرون از حلقه نیروهای امنیتی در چوکات دولت کار میکنه احساس مسئولیت بکنه. و موضوع فاکتور دیگه ایشی که نیروهای امنیتی ما را ما از نظر کمیت مشکل نداریم، از نظر کیفیت هم نسبتاً کیفیت ما بهتر است نسبت به دشمن. اما اگر بخش هوایی تجهیزات خوب شود، او هر آنچه که جغرافی های افغانستان یا جنگ چریکی در افغانستان ایجاب میکنه، او سلاح و مهمات در حد ممکن در اختیارشان قرار داده شود. و دیگه ای که مدیریت خوب و پاسخگو در داخل نیروهای امنیتی در یک سکتور و هم بین سکتوری که بین سه ارگان امنیتی باید به طور یک مدیریت لازم و کارا باشه که اینا جوابگو باشه. جنگ در یک ولایت جریان داره، پلیس به اردو کمک نمیکنه، اردو به پلیس کمک نمیکنه، امنیت به اردویش کمک نمیکنه و حتی کسایی که در جنگ کشته میشن جسدایشان یا چیزشان به روزها میمونه. حداقل امی مدیریت هم به حد ضعیف است که نمیتونن وارا در هلیکوپتر یک تاست، ده تاست، پنج تاست وارا انتقال بتن به وارسینشان برسانن. این را میرسانه که عدم هماهنگی در مناطق جنگی. ما هماهنگی را در کابل داریم، در اینجا مشکل نیست. اینجا هر روز جلسات است، هر روز برادر مطبوعات است، گزارشات است، اینجا مشکل نداره. اما مشکل در اونجا است. این هماهنگی که ما در کابل داریم، این را باید ربط بتیم یا لینک بسازیم به او هماهنگی که در مناطق جنگی است، که هم نیروهای امنیتی مسئول ببانند و هم یکی به کمک دیگرشان بشتابند. شاید این حرفای را که من میگم میتونست که 100% اینا دیگه یکی به دیگه همکاری نمیکنن. همکاری میشه، اما همکاریشان در حد کمرنگ است که حتی آدم میشه گفت که اینا همکاری نمیکنن. به او اساس تا اینی مشکلات ما حل نسازیم،
هر نوع پلان گذاری شاید بالای بزر بزرن دشمن تاثیراتی داشته باشه، اما تاثیراتش به آن حد نیست که دشمن را مانع شود از آمادگی هایی که به سال یا به بهار بهار 96 میگیرند. و این تا زمان ما میتونیم که بگوییم که ما دشمن را ضربه زدیم که حداقل پلان و اجتماعاتشان را و امو آمادگی های نظامی را که به سال 96 دارن به بهار 96 این را باید از بین ببریم که باید ما مسئول باشیم بر بهار سال 96 که اینا بالای ما بالای نیروهای امنیتی ما یا بالای جغرافیای افغانستان حمله نمیکنند. در غیر از او دشمن امیال فوق العاده جلب جذب داره، اکمالات داره، تمرین دارن، آمادگی های لازم را به کار انداختین که از این آمادگی هایشان استفاده بکنن در بهار پیش رو. اما متاسفانه نیروهای امنیتی ما یا در کل حکومت افغانستان فقط حرفشان در مطبوعات پشت میزهای مجلل و در داخل ادارات شده است. خیلی تشکر آقای یارمند. در برخی از موارد ما شاهد ای هستیم که سکتورهای امنیتی خلاف فلسفه وجودی عمل میکنه. مثلا دو جهت کاری پلیس داره، یکی تنفیذ قانون و دوم نظم عمومی، اما ما پلیس را در خطوط اول میبینیم، بیشترین تلفات را هم پلیس میده، پلیس بیشتر به جای وزارت دفاع درگیر جنگ است و وزارت دفاع بیشتر در مواضع کلان به سر میبره. این مسئله چقدر میتونه به عنوان نامانگی تبعات سوی خود داشته باشه؟ با تأسف که دشمن وقتی که مطالعه میکنه که من در کجا عملیات کنم که بسیار اشتهارات داشته باشم و مشهور شوم، دستاورد خود در اذهان عمومی منعکس ساخته باشه، بیشترینه اگر مثلا در یک قشله از اردوی ملی که در یک جای وزلجش داده شده اگر حمله کنه، خب یک جنگ بین دک سهرهایی است و این برش نمیتونه اشتهارات بده. بنان تمرکز میکنه بالای شهرها به دلیل از اینکه مثلا شهر کابل می شهرها در مجموع میتونه برای طالب هر اقدام خردش بسیار بزرگ و نمود شود. مثلا عملات تروریستی میکنه در بلند منزلا بالا میشه، مثلا در خانه وکلا حمله میکنه، در خانه یک کسی دیگه حمله میکنه به خاطر از اینکه مشهور شود. و در شهر تمن اردو نیست، پلیس است. بنابراین اقدام اولی که میکنه هدف اول پلیس است. شما دیدین که مثلا در چندین جای حملات صورت گرفته و این حملات بالای پلیس بوده به خاطر از اینکه پلیس مانع است. پلیس در چهارراه هست، در چک پوینت ها هست، در دروازه های شهر کابل هست، در مسیر را در شهرها هست، در هر جای پلیس میباشه. بنابراین یک هدفی کاملا آماده برای ازی است که یک بمب بگیره خود بکشه و پلیس هم ضربه بزنه یا مثلا کارهایی را انجام بده که در یک سفارت حمله کنه یا در یک جای دیگه که شهرت پیدا کنه. به این اساس است که خب اردوی ملی کمتر چی داره، یعنی اردوی ملی هم سهم خود داره اما کمتر، که تلفاتش کمتر است و تا ای که در عملیات های بره و رویاروی جنگ کنه با دشمن که در اوج یا به دشمن ضربه وارد کنه یا خودش ضربه قبول کنه. خیلی تشکر آقای سعادت. شما سه مقام ارشد امنیتی را احضار کرده بودین. رئیس امنیت ملی به صراحت گفتن که مخالفین در جنگ روانی نسبت به قوای مسلح افغانستان قوی تر عمل کرده. قوای مسلح افغانستان با 352 هزار قوا داریم، با حمایت قاطع و سایر تجهیزات که داره، چطور نتانست که جنگ روانی را بیاندازه؟ چون جنگ روانی دو تا فلسفه مهم داره، یک تضعیف مورال دشمن و دو در واقع تقویت و یا بلند بردن انگیزه و باورمندی مردم عام نسبت به حاکمیت ملی. این استدلال روی چی منطق شد و پاسخ شما چیست؟ این استدلال و این حرفا در کل یعنی به این معناست که برات دادن خود نسبت به مسئولیت هایی که در برابر مردم افغانستان دارند. شما میفهمین که اگر دشمن از نظر روانی قوی شده، این برمیگرده به این که نیروهای امنیتی ما ضعیف عمل کردن و دشمن از نظر روانی قوی شده. به طور مثال
زمانی که یک قطعه یا یک قشله عسکری یا یک پوسته در محاصره دشمن قرار میگیره و 71 روز بر از او اکمالات صورت نمیگیره و مثلا امو سلاح و تجهیزاتی که ضرورت داره برش رسانیده نمیشه، طبعا زمانی که او تلف میشوند اینی است که مورال دیگرا را ضعیف میسازه، به خاطر از اینکه میگه که وقتی که من در محاصره قرار بگیرم مقامات بالایی اصلا از ما خبری نمیگیره و اصلا آماده نیستن برای ما کمکی برسانه. یک دو، ما اگر به جای رئیس امنیت میبودیم این حرف هم نمیزدیم، یعنی به این معنی که فعالیت های استخباراتی یا فعالیت های مثلا کشفی ما به حد ضعیف است که ما حداقل مو دشمنی که در روز روشن فعالیت میکنه یا نمیشناسیمش و یا ای که اگر میشناسیمش خدا به کوچه اصلا چپ میزنیم، نمیخوایم گوره دستگیر بکنیم، نمیخوایم گوره به پنجه قانون بسپاریم، نمیخوایم که حداقل به شیوه عمل بکنیم که مانع فعالیت های از اونا شویم. این جنگ افغانستان جنگ چریکی است، جنگ جبهه‌ای در اینجا کمتر تاثیرگذار است با دلایل مختلفی که پیشتر خدمتتون عرض کردم. دشمن خود امو سطر و خفا میگه از نظر نظامی، چی میگه؟ یک دفعه خود ناپدید میکنن، یعنی برنامه از این که در جمع مردم عادی قرار میگیرن خلاص دشمن گم میشه، دیگه کدام نشانی هم نداره که در پیشانیش نوشته باشه ما بگوییم که نمی دشمن است. به او اساس فعالیت های استخباراتی ما در اینجا فوق العاده تاثیرگذار است، در صورتی که ما تعریف مشخصی از دشمن داشته باشیم و نیروهای استخباراتی ما یعنی افغانستان خانهشون فکر بکنن، مردم افغانستان اعضای خانواده هر کسی که به این خانه و به این خانواده ضرر میرسونه ولو برادرش باشه او را باید مجازات بکنه، دستگیر بکنه و مانع فعالیت های تخریبی و تروریستیشان شده. تشکر. تا زمانی که ما این فاکتور را نداشته باشیم تلفات ما هم بالا میره، انگیزه و روی اساکر و نیروهای امنیتی ما که با جان و دل دفاع میکنن متاسفانه زمان وقتی که از طرف مقامات بالایشان توجه صورت نمیگیرن و هم رویه و مورال خود از دست میکنن. خیلی تشکر. چقدر عملیات شفق در جنبندی آقای آرمند میتونه مؤثر واقع شود در این فصل سطح تحرکات و مانورهای مخالفین را پایین بیاره، اسلحه‌هایشان را از بین ببره و چقدر میتونه تدابیر را که تهاجمی را که برای آغاز سال گرفته جلوگیری بکنن از او تدابیر؟ خب اگر مختص بالای عملیات شفق صحبت شوه، من پیشتر هم عرض کردم که عملیات شفق آدم میتونه که پیشرفتی از یا را موفقیتی از یا را در پلانگذاری از یا در تعبیه قوا، در شناخت دشمن، در استفاده معیاری از اپراسیون ها که اپراسیون ها بسیار در خصوصی سوق و اداره و این مسائل بسیار قوی و چی باشن یعنی جا افتاده قدم بگذارن و به همین ترتیب در استفاده از روش ها و تکتیک ها و اسالیبی که بتانه در یک موقعیت معین بالای یک هدف کلان دشمن حمله بکنه و او اهداف از بین ببره. ای وظیفه اردو است و بالاخره نیروهای امنیتی افغانستان و دفاعی افغانستان، اما در دراز مدت این جنگ رای سیاسی خود باید پیدا کنه. ما نمیتونیم کشوری باشد در پهلوی ما به عنوان پاکستان که او برای ما تروریست روان بکنه و ما او را کشته بریم کشته بریم کشته بریم بالاخره تا چه وقت و ما را بکشن. باید اینجا تکلیف روشن شود، در خصوص این مسئله کار صورت بگیره، هماهنگی و همگرایی منطقوی ایجاد شود، راه های جستجو شود که افغان ها اول خود متحد شوند. وقتی که این مشکلات که در افغانستان مشکلات سیاسی است، سیاسی اون باید با هم جور بیه، نیروهای امنیتی نیروهای سیاسی نیست، این نیروها نیروهای مسلکی هستن، میروند جنگ میکنن یا مثلا کشف میکنن یا استخبارات دارن یا مبارزه با جرم دارن، کاری از یا کاری مسلکی است. این را باید تقویه کنن، این نیروها را مثل میدان بزکشی وری هر کس به طرف خود کش نکنه و مورالی از یارا زنده نگاه کنن، هر کس باید یارا تشویق کنه و کوشش شود که یک نظر واحد نسبت به دشمن پیدا شود و کل سیاسیون به دور هم جور بیاین. در غیر از او اگر شما در هر بالای هر یک نفوس افغانستان دو سرباز خارجی استاد بکنین
این جنگ از بین نمیره. بالاخره ما خطو گپ نزنیم چیکار میشه دیگه؟ ما شما افغان ها اینیم، بین خود گپ نمیزنیم. یک تعداد ما میریم از پاکستان تفنگ، یک تعداد از روس، یک تعداد از ایران، یک تعداد از امریکا، یک تعداد از یک کشور دیگه میایم داریم یه جنگ میکنیم. این بالاخره دوام پیدا میکنه و به طرف تباهی میریم. خیلی تشکر آقای سعادت. انتظار شما به عنوان نماینده مردم از قوای مسلح افغانستان در امر صلح و جنگ چیست؟ انتظار ما است که نیروهای مسلح افغانستان امور رقمی که با تمام اند قوت از تمامیت ارضی و نوامیس ملی کشور دفاع میکنند و در مقابل دشمن هم میجنگند، مورالشان خوب است. دشمنی که مسلحانه امرایشان می جنگد تا آخرین رمق با اونا بجنگند تا یک گره از بین ببرند و از نیست نابودشان بکنند. و از سیاسی نیست که حداقل کوشش بکنند که یک تعریف خوب از دشمن داشته باشند که نیروهای مسلح ما دیگه قربانی مثلا کمینه های بی مورد نشوند و تلفاتشان بیشتر نشوند. خیلی تشکر آقایان. دکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نمایندگان و دگر جنرال میرزا محمد یارمند معین پیشین وزیر داخلی افغانستان، تشکر از اینکه نظراتتان با ما و بیننده شریک ساختین. در پایان از شما نیز ممنون که تا این دم با ما بودین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.